سلام من علی جهانی هستم هم بنیانگذار و مدیر مالی سرمایه گذاری بیتپین در اولین جلسه از دوره سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال ما میخوایم یک مقدار راجع به تاریخچه پول تاریخچه اعتماد و روابط بین ملت ها و دولت ها که منجر به این شد که الان ما رمزارزها رو ببینیم بلاکچین رو ببینیم و از این ابزارهای سرمایه گذاری بخوایم استفاده بکنیم صحبت بکنیم که چی شد کلا به اینجا رسیدیم برای شروع جمله رو آوردیم از ساتوشی ناکاموتو ساتوشی ناکاموتو خالق بیت کوین هست کسی که هنوز هم ناشناسه و یک مقاله رو منتشر کرد سال 2008 که بیت کوین رو به جهان معرفی کرد توی این مقاله یک جمله خیلی کلیدی بود جمله این بود ما سیستمی رو برای تراکنش الکترونیکی پیشنهاد داده ایم که بدون اتکا به اعتماد کار میکند مسئله مسئله اعتماده مسئله فلسفی اعتماد مسئله هستش که منجر به این شد که کلا رمزارزها تکنولوژی بلاک چین به وجود بیاد یه مقدمه میخوایم شروع بکنیم و بعد بریم سراغ تاریخچه پول در طی چند هفته در دنیا یک سری اتفاقات افتاد که منجر به این شد که الان ما رمزارزها رو میبینیم اون اتفاقات چی بود بانک سرمایه گذاری لمن برادرز بعد از 164 سال فعالیت ورشکست شد بزرگترین ورشکستگی تاریخ آمریکا بانک سرمایه گذاری مریلینج که یکی از بزرگترین بانک های سرمایه گذاری دنیا هست توسط بنک آف امریکا خریداری شد در همون حینی که بیت کوین داشت ثبت نام شد ایمیل های ساتوشی ناکاموتو به خبرگان حوزه رمزنگاری فرستاده شد دولت آمریکا درگیر یک برنامه در واقع رهایی از بحران بود به نام TARP Travel Asset Relief Program به ارزش 700 میلیارد دلار یعنی یک هزینه 700 میلیارد دلاری دولت آمریکا داشت تحمل میکرد برای اینکه از یک بحران مالی خیلی سنگینی که در طی چند هفته ایجاد شده بود رهایی پیدا کنه در همون حین بیت کوین دات آرژی ثبت نام شد و مقاله ساتوشی ناکاموتو منتشر شد یعنی چند هفته طوفانی مسیر دنیا رو عوض کرد برای اینکه بدونیم که چی شد که به این چند هفته رسیدیم چی شد که این بحران مالی رو دنیا تجربه کرد و چی شد که رمزارزها در واقع پدیدار شدن یه خود برمیگردیم عقب در حد چند هزار سال برمیگردیم عقب ببینیم سرگذشت پول تاریخچه پول چطوری بود و چی شد که ما به اینجا رسیم همونطور که میدونیم در ابتدای تاریخ در تمام کشورهای دنیا مردم نیازهاشون رو به صورت مبادله کالا به کالا حل میکردن مبادله کالا به کالا در اقتصاد مبادله, مبادله هستش که هیچ ابزار مبادله داخلش نیست به عبارت هیچ مدیوم آف اکسچنجی نداره همه این مردم نیازشون رو به صورت مستقیم حل میکنن یعنی یه نفر گندم داره یه نفر گوشت داره این دو نفر میرن گندم و گوشت رو با هم دیگه مبادله میکنن مبادله کالا به کالا هنوز هم وجود داره هنوز هم مثلا تو کشور ایران برای دور زدن تحریم ها ممکنه این اتفاق بیفته نفت رو در قبال کالا مبادله کنن شاید براتون جالب باشه که چندین سال قبل شرکت بنز برای دور زدن تحریم اکوادور ها اتوبوس های بنز رو با موز مبادله کرد یه مبادله به ارزش 65 میلیارد دلار خب پس در نتیجه مبادله کالا به کالا هنوز منسوخ نشده در طی چند هزار سال هنوز هم وجود داره ولی این نوع مبادله یک سری مسائل و مشکلاتی داره که هنوز دیگه نمیتونیم در اسکیل بزرگ اقتصاد ازش استفاده کنیم یکی از مسائل اینه که نیازها به صورت مستقیم حل میشه یعنی اگر شما گندم داشته باشی یک نفری گوشت داشته باشه حتما اون هم باید گندم بخواد که بتونین شما با هم مبادله کنین اگر اون نیازش یه چیز دیگه باشه این مبادله اتفاق نمیفته باید بری یه سیکل کامل رو ایجاد بکنی بین کسی گندم داره گوشت داره میوه داره چرم داره آهن داره و این سیکل به طور کامل باید با همدیگه مبادلاتشون رو انجام بدن تا شما به خواستتون برسید از طرف دیگه هیچ معیار ثابتی برای ارزشگذاری وجود نداره شما ممکنه یه کالایی داشته باشید که به نظرتون یک دهم یک گاو ارزشمنده صاحب گاو بگه نه به نظر من یک بیستم این گاو ارزش و هیچ کسی نیستش که بیاد به عنوان در واقع حکم بین شما قضاوت کنه این نوع اختلاف ها رو اون زمان زمان قدیم می بردن پیش ریش ریسفید محله کت خدای ده این نوع اختلاف ها رو حل می کردن. ولی یواش یواش که اقتصاد بزرگ شد شهرنشینی ایجاد شد و میزان مبادلات رفت بالاتر دیگه این نوع حل اختلاف جوابگو نبود و توی جوامع مختلف مردم رو آوردن به پولی به نام پول کالایی پول کالایی یه سری ویژگی های خاص داشت یعنی مردم دیدن که دیگه به جای اینکه بیان مبادله کالا به کالا بکنن یک سری کالاهایی که ویژگیهایی دارن مثلا کمیابن فاسد نشدنی مورد پذیرش همه این این کالاها رو به عنوان ابزار مبادله استفاده کنن برای مثال تو چین باستان صدف های دریایی رو به عنوان ابزار مبادله استفاده میکردن یا تو روم باستان حقوق سربازا رو با نمک میدادن نمک چیز کمیابی بود چیزهای مختلفی به عنوان پول کالایی مورد استفاده قرار گرفت چرم بوده فلزات بوده آهن بوده ولی خب همین الان هم میبینیم مثلا توی فضای سربسته فضای در واقع ایزوله مثل زندان ها یه چیزی به نام سیگار هست که پول کالایی یعنی در واقع زندانیا سیگار رو میگیرن اول برای مصرف شخصی ولی بعد از یه مدت این سیگار اینقدر کمیابه و اینقدر ارزشمند میشه که سیگار رو نگه میدارن واسه یه رفع بقیه نیازشون و سیگار تو اون محیط بسته به عنوان پول کالایی شناخته میشه پول کالایی مقدمه بود که مردم برن به سراغ فلزات چرا مردم یواش یواش دیدن که این پول کالایی باید یه سری ویژگی‌های خاص داشته باشه همه اون ویژگی‌ها رو در واقع فلزات گرانبها دارن مثلا فلز طلا فلزیه که کمیابه مورد پذیرش همه است در مقابل اسید و باز و اینجور چیزها مقابله و این سری ویژگیهایی داره که همه مردم دنیا رفتن سراغ چیزهایی مثل طلا نقره برونز و اینجور چیزها یواش یواش به عنوان پول کالایی شناخته شد ولی برای اینکه به صورت یونیک به صورت در واقع یونیفای از نظر میزان ارزش تو سراسر کشور بتونه اینا مبادله بشه همه کشورها رفتن سراغ ضرب سکه تاریخچه ضرب سکه برمیگرده به سه هزار سال قبل سه هزار سال پیش از میلاد مسیح در هند توی ایران هم ضرب سکه همونطور که احتمالا میدونین تو دوره حخامنشیا اتفاق افتاد اولین سکه هایی که تو ایران ضرب شد سکه ها از جنس تلا و نقره اینجور چیزها بودن و به مهر حاکم اون کشور منقش بودن از یه جایی به بعد یعنی مردم از یه سری سکه واحد سکه با یه ارزش در واقع مشخص که حاکم اون شهر ضرب کرده بود برای مبادلاتشون استفاده میکردن و اینجا نقش منابع طلا تو کشورها زیاد شد یعنی اینکه اگر یه کشوری منابع طلایی داشت مثل مثلا کشورهای آفریقایی اینها یواش یواش کشورهای قدرتمندتر رفتن سراغ اون کشورها تا بتونن اون کشورها رو به استعمار خودشون در بیاد مسئله که بعد از ضرب سکه ایجاد شد این بود که حمل سکه توسط تاجرای مختلف توی کشور دشوار بود یعنی مثلا یک تاجری باید 2000 سکه 3000 سکه طلا برمی‌داشت با خودش می‌برد یه شهر دیگه این وسط راهزنا بهش حمله میکردن سکه ها گم میشد دچار حوادث مختلف میشدن پس یواش یواش مردم سوخ پیدا کردن به سمت چیزی به نام حواله سکه و اعتماد به یک سری معتمدینی که تو شهرها نقش صدور حواله رو ایجاد میکردن صدور حواله به چه صورت بود؟ به این صورت بودش که یک سری معتمد توی شهر آ بودن یک سری معتمد تو شهر ب بودن وقتی یه نفری میخواست از شهر آ به شهر ب بره به جایی که سکه هاشو برداره با خودش حمل کنه ببره سکه هاشو میبرد میداد دست معتمد شهر آ یه حواله یه دست نوشته ای می میگرفت که معتمد میگفت من وریفای میکنم که تو به من مثلا دو هزار سکه طلا دادی اون حواله رو برمیداشت با خودش میبرد شهر ب و اگر نیاز داشت تو شهر ب میداد به یه تو شهر ب بر اساس همون دست نوشته سکه های طلا رو از معتمد شهر ب تحویل میگرفت این مسئله باعث میشد که حمل سکه دیگه بین شهرها زیاد نباشه بعد از یه مدت هم هر چند وقت بار معتمدین کنار هم دیگه جمع شدن سکه هاشون رو با هم دیگه مبادله میکردن دیگه مردم سکه ها رو با خودشون حمله میکردن به شهرهای مختلف حالا اتفاقی که افتاد رو احتمالا حدس میزنید اتفاق این بود که معتمدین دیدن یواش یواش مردم دارن مبادلاتشون رو با همون حواله انجام میدن یعنی اصلا دیگه کسی نمیاد سراغ سکه هاش نمیاد حواله رو بده نقد کنه سکه رو بگیره سکه ها دست نخورده بود معتمدین شروع کردن سوء استفاده از این سکه های طلا یعنی یا برای خودشون خرج میکردن یا وام های بدون پشتوانه حواله های بدون پشتوانه بر اساس سکه های مردم صادر میکردن خب یواش یواش این مسئله مسئله شد که توی اقتصاد منجر به این شد که حواله های بدون پشتوانه ایجاد بشه و در سراسر سر دنیا این حواله ها پخش بشه این حواله همون ارز هستش که ما الان باش مواجه هستیم در واقع تولد ارز همین صدور حواله است فرق پول و ارز همینه که پول همون سکه‌ایه که در واقع میتونستن به خودشون حمل کنن کار در واقع تاجرها و کسایی که میخواستن کارگر بودن برن شهرهای دیگه ولی ارز همون چیزی هستش که به پشتوانه پول صادر شده یعنی ارزش ذاتی نداره یواش یواش بعد از صدور حواله سکه رفتیم به سمت صدور اسکناس یعنی وقتی اقتصاد بزرگتر شد و از اقتصاد بین شهری سراغ اقتصاد کلانتری رفتیم جاهایی مثل چین که پشتوانه مثلا صنعت کاغذ و اینها رو داشتن اسکناس چاپ کردن یعنی به جای اینکه حواله ها رو معتمدین دست نوشته داشته باشن یک سری اسکناس وارد اقتصاد شد که این اسکناس مثلا یک مهری یک امضایی داشت که نشون میداد که در واقع ارزشمنده به پشتوانه اون طلا و اسکیل اقتصاد جوری شد که دیگه معتمدین نمیتونستن معتمدین شخصی باشن که تو شهر رو فعالیت میکنن یواش یواش مؤسساتی به وجود اومد به نام بانک در واقع بانکا ها این بار نقش معتمدین رو ایجاد میکردن یک سری ذخایر طلا داشتن و به مردم به جاش اسکناس میدادن حالا مردم میتونستن اسکناسشون رو بیارن طلا بگیرن یا تلاشون رو بیارن اسکناس بگیرن دقیقا همون اتفاقی که برای معتمدین افتاد برای بانک ها هم افتاد یعنی بانک ها هم شروع کردن به سوء استفاده از این ذخایر طلای مردم و گفتن مردم که نمیان تلاشون رو نقد بکنن اسکناساشون رو بدن طلا بگیرن برای همین شروع کردن طلا رو جای دیگه خرج کردن ولی اتفاقی که افتاد این بود که برای مثال مثلا اگر جنگی چیزی اتفاق میافتاد همه مردم میریختن بانک می گفتن طلای ما رو بدین و بانک با کمبود طلا مواجه می چون طلاها رو خرج کرده بود در نتیجه نهادی به وجود اومد در حکومت ها به نام بانک مرکزی بانک مرکزی گفتش که من این وسط از طرف حکومت وای میستم نماینده تمام بانک ها یک ریزرو فاندی در نظر میگیرم برای همه بانک ها اون سکه های طلا اون در واقع پشتوانه های اسکناس جمع میشه تو بانک مرکزی و من تضمین میکنم که اگر جنگی چیزی اتفاق بیفته و مردم بخوان بیان سکه هاشون رو بگیرن این سکه ها موجود هست و یه جورایی خیال مردم ها از این که بانک ها بخوان به خودشون در واقع نقش مخربی ایجاد بکنن تو اقتصاد رو جلوشون میگیرن یواش یواش این اقتصاد داخل کشور که شکل گرفت مشکل رفت به سمت اقتصادهای بیرونی یعنی تا الان به مبادلات داخل کشور صحبت میکردیم مشکل از جایی شروع میشد که مردم کشورهای مختلف با همدیگه میخواستن مبادله کنن یعنی فرض کنید یه نفری اسکناس چین داشت یه نفری اسکناس ایرانی داشت میخواستن با هم مبادله کنن خب با چه نرخی باید مبادله کنن اینجا بود که یواش یواش استانداردی ایجاد شد به نام استاندارد طلا خلاص استاندارد طلا اینجوریه میگه که برای مثال یک اسکناس ایران یک اسکناس مثلا ایرانی به اندازه دو دهم ده همه اونس طلا میارزه یک اسکناس چینی به اندازه سه دهم ده همه اونس طلا میارزه پس اینا رو با نسبت دو به با هم دیگه مبادله کنیم استاندارد طلا تو تمام کشورهای دنیا یواش یواش شناخته شد و همه اسکناس ها و همه ارزها رو بر مبنای ارزش طلا با هم دیگه مبادله میکردن استاندارد طلا خوب کار میکرد تا اینکه یواش یواش جنگ های مختلف ایجاد شد منابع طلا دچار تخریب میشد منابع طلا جدید کشف میشد طلا توسط مردم احتکار میشد و یواش یواش قیمت طلا دچار نوسانی شد که این استاندارد طلا به خوبی گذشته کار نمیکرد تا جایی که تو سال 1933 بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا که نسبت به تمام کشورها کمتر آسیب دیده بود اومد گفت یک پیمانی ایجاد کنیم به نام پیمان برتون وودز برتون وودز اینجوری بود که دلار رو جایگزین طلا میکرد یعنی آمریکا گفت همه ذخایر طلا پیش من از این بعد دلار رو به عنوان استاندارد در نظر میگیریم و همه ارزها بر مبنای دلار ارزششون شناخته میشه میتونید شما دلار رو بدید از آمریکا طلا بگیرید میتونید طلا رو بدید دلار بگیرید در نتیجه این بار آمریکا تبدیل شد به اونها به مرکزی تا الان کتخداها، خداها معتمدین بانک ها اینا هاپ های مرکزی بودن که هر کدومشون یه جوری تخلفات داشتن حالا آمریکا اون وسط وایساد اولش پول دلار کم چاپ کرد چه دلار قیمتش رفت بالا بعد از یه مدت دلار زیاد چاپ کرد درنچه دلار تورمی شد کشورها دوچار مشکل شدن تا جایی که مثلا جاهایی مثل فرانسه همه دلارشون رو تبدیل به طلا کردن و دیگه کاری به پیمان برتون وودز نداشتن این مشکلات تا جایی ادامه پیدا کرد که تا سال 1971 نیکسون رئیس جمهور آمریکا یک سخنرانی کرد که الان معروف به شوک نیکسون یک جانبه پیمان برتون وودز رو نقض کرد گفت ما دیگه از این پیمان پشتیبانی نمی‌کنیم و از این به بعد اینکه دلار رو بدین و طلا بگیرید یا طلا بدین دلار بگیرید دیگه کنسل هست از اینجا به بعد ارزها بدون پشتوانه شدن از اینجا به بعد دولت آمریکا گفت پشتوانه دلار ما دولت آمریکاست حکومت آمریکاست پشتوانه سایر ارزها هم شد حکومت همون کشورها پیدایش ارزهای بدون پشتوانه از اینجا شروع شد یعنی الان ارزها دیگه طلا و الماس اینجور چیزا نیست همین که مهر یک دولت و حکومتی رو اون ارز خورده میشه باعث میشه که اون ارز ارزشمند بشه توی این مقدمه کوتاه دیدیم که از ابتدای تاریخچه مبادلات تا اینجایی که ارزهای بدون پشتوانه ایجاد شدن همیشه یک نهاد مرکزی به عنوان هاب ایجاد اعتماد حضور داشته و همیشه یک سری تخلفات یک سری مسائلی بوده که منجر به این شده که اقتصاد به صورت کارآمد کار نکنه از اینجا به بعد میخوام یه مقدار راجع به بحران مالی 2008 و اینکه چی شد که رمزارزها ایجاد شدن صحبت کنیم شما رو دعوت میکنم که بقیه جلسه بقیه صحبت رو در جلسه دوم دنبال بفرمایید